گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوس جان و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. معلومات در مورد بینام و نشان گشتن شهروندان تاجیکستان بیرون از مرز هرچی بیشتر به گوش می رسد. کارشناسان ادعا دارند که با زیاد شدن روند مهاجرت مردم، خوفی به نشان شدن آدمان نیز می افزاید. کار به جایی رسیده که امروز ما نیاز به تأسیس دادن خدمات مخصوص جستجویی پیدا کرده ایم. در ولایت سوخت تجربه کار در این سمت علاقه هست. تفصیلات بیشتر در گزارش قمری احرار. رفاعت حبیب اللهی و ساکنی 53 ساله ناحیه باباجان غفوراف 9 سال باز چشم براه فرزندش زندگی میکند. سید مایل پسر 34 ساله سال 2006 به مهاجرت کاری به شهر مسکو رفته، بعد یک سال مهاجرت به نشان گشت. خانم رفاعت 9 سال میشود، نه از طریق تلفن و نه همسایه هایی که به مردی کاری به روسیه میروند از سید مایل سراغ پیدا کرده نمیتواند. فرزندان سید مایل هر روز از پدر میپرسند و انتظارند که روز حتما دیدار او نصیبشان میگردد. گفتنی سرنوشت آیله رفاعت تنها نبوده، در ولایت سوخت زیادند خانواده هایی که برایشان تقدیر پیوندانی در مهاجرت قرار داشتهشان ناروشن باقی مانده است. بحرینیسا عبدالرحمن و سرور سازمان جمعیتی دیار و نماینده برنامه جدی منیه شبکه اول روسیه در خوجند میگوید ساکنان زیاده برای گرفتن معلومات آید به نزدیکان در مهاجرت بینشان ماندهشان به او مراجعت کردند. در طول 10 سال من شخصا بیش از 1000 نفر مراجعت ساکنان را جهت پیدا کردن این تعداد پیوندانی گمشدهشون قبول کردم که حالا هر کدام آنها در جستجو می باشند. طوری گفتم این تعداد مردم گمشده اساسا مهاجرانند. این آماری بود که من در طول 10 سال کارم به دست آوردم. اما حالا کار کردن در این سمت برای یک نفر چون من خیلی مشکل است. زیرا تماس با مقامات قدرتی، با مقامات دیگر، از جمله جایهای محرومیت از آزادی، مؤسسه های تعلیمی خسته کننده است. در این کار من آهسته آهسته مقامات را در جریان میگذارم. در این سمت من با خدمات مهاجرت و هلال احمر همکاری میکنم و 2 سال میشود که از پراکوراتوره سوخت یک نفر که به واسطه در این سمت کار میکند همکاری داریم. بحرینیسا عبدالرحمنوه میگوید هنوز 10 سال پیش زمان به این کار اختیاری شغل ورزید که این مسئولیت را در تاجیکستان کسی بر عهده خود نگرفته بود. آدمان اول در کارگاه و خدمات های مربوطه را میکوبند، در صورت پیدا نکردن معلومات به خانم بحرینیسا مراجعه میکنند. خانم عبدالرحمنوه اخیراً از سرنوشت یک زن نقل کرد که وضعش سنگین بوده، فرزندانش نیز به دلیل ناداری و بی بضاعتی از گرفتن تحصیل حتمی مکتب محروم ماندند. در حال حاضر ما با یک آیله کار برده استاده ایم. این آیله در شهرک پرولتاری جابر رسولوف می باشد. همسر این آیله از مگنیتاکورسک ولایت چلیابینسک می باشد. این آیله با هم عقد نکاح دارند و صاحب 5 فرزند می باشند. این مرد حالا بیماری سیل دارد. اما من نمی دانم که چرا این را در حدود فدراسیون روسیه به قید نگرفتند و دیپارتاسیا کرده به تاجیکستان به وطن شوهرش فرستادند. شوهرش نیز زن و کودکانش را به تاجیکستان فرستاده است. وقتی زن همراه کودکانش برای پیدا کردن کار بسیار سرسون می شود، مثل خانه نیست، کار نیست، این باعث خستگی زیاد و بیماری شدن او باعث می گردد. پول هایی که شوهرش می فرستاند برای مولیجه بیماریش مصرف می شوند. حال حاضر این زن در خانه اجاره زندگی می کند. فرزندانش با مکتب نمی روند برای اونکه پایفزول ندارند. ما از این حال زن و فرزندانش با یک چند تشکیلات اداره ها مراجعت کردیم. اول با کنسولگری روسیه در ولایت سوخت، زیرا از حال این شهروند روسیه با خبر شوند و هم حکومت ناحیه جابر رسولوف را از وضع این زن با خبر گردانیدیم. ریاست خدمات مهاجرت وزارت
مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در ولایت سغد شماری رسمی مهاجران گمشده در سال 2015 را به 110 حالت ارزیابی میکند. جمشید خان عطایف معاون سردار ریاست نامبرده میگوید که از 118، 110 و یا 90 درصد مراجعات خطی مردم مربوط به مسئله های گم و یا بیدرک شدن مهاجران بوده است. در مراجعات های خطی بسیاریش گفتم ممکن که برای برگرداندن خویشاوندانشان که در خارج کشور یا حجت های گم کردگی، بی حجت مانندگی، یا اینکه می شود که مثلا برآمده رفتگی از خانهشان به مهاجرت مهنتی لیکن نه زنگ تلفنی، یا اینکه به طریق خویش و تبار یا اینکه شناس دوست معین کرده نمی توانند که آن فرزند یا اینکه آن خویش و تبار در کجای فدراسیون روسیه قرار دارد. در شرایط کم اطلاعی و از نااستوار اقتصاد خانوادگی بعضی ها حتی امکان تماس با پیوندان مهاجر را ندارند. خود مهاجران نیز امروز بیرون از وطن به مشکلات زیاد دچار می شوند و نه همه وقت امکان تماس گرفتن با نزدیکانشان را دارند. پیدا کردن جای کار نیز در روسیه مشکل شده است، میگوید دمیر، یک ساکن ولایت که تازه از مهاجرت مهنتی به وطن برگشته است. کار نیست، مسئله کار به کمتر وزبین شد، هم نرخ کار ارزان شد، هم اول روسیه خودشون تمیز نه کار کرد بعد دیگه نوای نسلان است. اول روسای خودشان نسبت به پیشتره حوزی تار روژه کم شد. امروزها به شکل عموی تر کردن قلمرو روسیه از جانب مهاجران مشاهده می شود، اما صدها جوان تاجیک پس از مدت مجبور می شوند که باز هم به مهاجرت بروند. آنها ناچار راه مهاجرت را پیش می گیرند، زیرا می دانند که روزی خود و خانواده هایشان در تاجیکستان حالا تنها از همین راه تامین کرده می شود. طبق آمار 60 درصد شهروندان تاجیکستان که گم و بی‌درک شده اند مهاجران مهنتی می باشند که به روسیه سفر کردند. از این رو زمان رسیده تا در خصوص تأسیس مرکز یگانه بیاندیشیم که بتواند در سطح دولت مستقلانه کارهای جستجویی را پیش برد. قمر احرار، ولایت سغد. سامیانی گیرامی، این بودن همه چیزی که می خواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. و شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با می خواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.